سلام و شبتان بخیر. به خبر ده از تولو و تولو نیوز با من یاسر ابرار خوش آمدید. سرخط خبر: حمله طالبان بر ریاست امنیت ملی سمنگان. در یک حمله انتحاری بر ساختمان ریاست امنیت ملی ولایت سمنگان 11 تن جان باختند و بیشتر از 60 تن دیگر زخم برداشتند. ایرادیات کاملا و خانه‌های ریایشی هم تخریب شده، زیادتر کسایی که در فاصله تا 1000 کیلومتری هم که بوده آسیب خود دیده. افزایش حمله های طالبان در 5 ماه اخیر. بر بنیاد آمارها در 5 ماه اخیر در حالات شمار حملات طالبان در یک روز تا به 100 حمله هم رسیده است. جانب دولت افغانستان در حال دفاعی و انفعالی رفتند و طالب ها روز به روز بر میزان حملاتشان می افزایند. جان باختن 23 تن در حمله طالبان در کندوز. شورای ولایتی کندوز میگوید که این شمار در 2 حمله جداگانه طالبان در ولسوالی امام صاحب و 4 دره کندوز جان باختند. شب گذشته در ولسوالی حضرت امام صاحب در پهلوی روزه مبارک جنگ شدید حملات طالبان ادامه داشت اونجا. و آغاز کاوش‌های تازه برای دریافت نشانه‌های احتمالی زندگی در مریخ. مشروع خبر: در یک حمله انتحاری بر ساختمان ریاست امنیت ملی ولایت سمنگان 11 تن جان باختند و بیشتر از 60 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام‌های محلی، انتحار کننده نخست یک موتر پر از مواد منفجره را در برابر ساختمان این ریاست منفجر ساخت و سپس 2 حمله کننده دیگر در حدود 1 ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفتند. گواهان میگویند که این انفجار به اندازه نیرومند بود که بسیاری از ساختمان‌های نزدیک را سخت آسیب رسانیده است. گزارش ها می رسانند که بیشتر جان باختگان این رویداد نیروهای امنیتی بودند، اما پزشکان میگویند که بیشتر زخمیان این رویداد غیر نظامیان هستند و در میان آنان زنان و کودکان نیز دیده می شوند. گزارشی از عارف موسوی: طالبان 4 ماه پس از امضای توافقنامه صلح با امریکا یکی از حمله های پیچیده را در کشور راه اندازی کردند. مقام های محلی در سمنگان میگویند که یک مهاجم انتحاری موتر پر از مواد انفجاری را در برابر ساختمان ریاست امنیت ملی این ولایت که در نزدیک ساختمان شهرداری قرار دارد انفجار داد و سپس 2 مهاجم دیگر با نیروهای امنیتی درگیر شدند. تعداد 11 تن از کارمندا و افسرهای ریاست امنیت ملی در این حادثه شهید شدند و 63 تن از هموطنان ما که شامل 15 نفر کارمندای ریاست امنیت ملی میشه و 16 تن هم کارمندای ریاست شاروالی ایوک میشه و بقیهش افراد ملکی هستند که زخم برداشتند. سرانجام نیروهای امنیتی توانستند 2 مهاجم را پس از 1 ساعت درگیری از پا درآورند. بسیاری از ساختمان‌های نزدیک محل رویداد به ویرانه کامل مبدل گشتند. هیچ چیز نمانده. ما در خانه بودیم که در قصه شد، آمدیم دکان دیدیم به خیلی از دکان سرد شد. این حمله زیانهای هنگفت مالی نیز بر جا گذاشته است. در همین حال طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. تعداد زیاد فامیلا و خانه‌های ریایشی هم تخریب شده، زیادتر کسایی که در فاصله تا 1000 کیلومتری هم که بوده آسیب خود دیده. 4 ماه پیش هنگامی که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان امضا شد، این نخستین حمله گروهی طالبان در یک شهر افغانستان است. هرچند به روز 3 ماه جوزان نیز طالبان بر یک نهاد مربوط به امنیت ملی در شهر گردیز موتر بمبگذاری شده را انفجار دادند، اما آن حمله را واکنش به تصمیم حکومت افغانستان برای سرگیری عملیات نیروهای امنیتی گفته بودند. بر بنیاد آماری از نهادهای امنیتی که تولو نیوز با آن دست یافته است، در 1 ماه پیش از امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان و در 4 ماه پس از آن طالبان بیشتر از 5900 حمله در کشور انجام دادند. در این مدت که از آغاز ماه دلو سال پار تا اخیر ماه جوزای امسال را در بر میگیرد، نیروهای دولتی با پشتیبانی نیروهای خارجی نزدیک به 1600 حمله در برابر طالبان انجام دادند. بر بنیاد این آمار در این 5 ماه در حالات شمار حملات طالبان در یک روز تا نزدیک به 100 و در یک هفته تا بیشتر از 500 هم رسیده است. تمیم حمید گزارش می‌دهد. با آنکه کاهش خشونت‌ها از مهمترین بندهای موافقتنامه آوردن سال به افغانستان بوده است، اما فهرستی که ظاهرا نهادهای امنیتی از حمله‌های طالبان در 1 ماه پیش از امضای این موافقتنامه و در 4 ماه پس از آن تهیه کردند، چیز دیگری نشان می‌دهد. بر بنیاد این آمار، در ماه دلو پارسال که هنوز موافقتنامه سال میان آمریکا و طالبان امضا نشده بود، طالبان 915 حمله انجام دادند و در مقابل نیروهای دولتی نیز در این ماه 613 حمله داشتند. اما در ماه هود که توافقنامه سال میان واشنگتن و طالبان در هفته دوم آن ماه نهایی شده بود، آمار نهادهای امنیتی میرساند که حمله‌های طالبان در این ماه و بیش از 1300 افزایش یافتند و هفته چهارم این ماه با 511 حمله طالبان در صدر تمامی هفته‌های این 5 ماه درج شده در فهرست نهادهای امنیتی جا گرفته است. آنم در روزهایی که بر بنیاد این آمار شمار حمله‌های نیروهای دولتی در ماه هود تا 209 کاهش یافت. در این آمار از رسیدن شمار حمله‌های طالبان به بیش از 1450 در ماه حمل نیز یاد شده است. روز دوم ماه حمل با 97 حمله طالبان همچون خشونت‌بارترین روز در این 5 ماه بوده است. در این ماه نیروهای دولتی بیش از 260 حمله داشتند. نهادهای امنیتی شمار حمله‌های طالبان را در ماه سور هم بیش از 1200 گفته‌اند، در حالی که در فهرست تهیه شده از سوی این نهادها شمار حمله‌های نیروهای دولتی در این ماه بیش از 290 نگاشته شده است. و اما بر روایت این فهرست در ماه جوزا شمار حمله‌های طالبان بیش از 1100 بود، حالان که در هفته چهارم جوزا باز هم شمار این حمله‌ها در یک هفته تا بیش از 500 افزایش داشت. در این ماه نیروهای دولتی 220 حمله انجام دادند. متاسفانه برعکس شد. از روزی که تفاهمنامه بین طالبان و امریکایی‌ها امضا شد و ما هر روز جوانای خود مردم خود دست می‌دهیم، خشونت‌ها به اوج خود رسیده. این واقعا نگران کننده است، چون جانب دولت افغانستان در حال دفاعی و انفعالی رفته و طالب‌ها روز به روز بر میزان حملاتشان می‌افزایند و از ما و مردم افغانستان قربانی‌های بیش و بیشتر می‌گیرند. طالبان تا اکنون درباره این آمار نهادهای امنیتی چیزی نگفتند، اما در بهار امسال طالبان هم فهرستی را پخش کردند که به گفته این گروه شمار حمله‌های نیروهای آمریکایی را بر طالبان پس از امضای موافقتنامه سال در بر می‌گرفت. در این فهرست آمده بود که از روز 9 ماه مارچ سال روان میلادی تا روز 10 ماه اپریل 33 حمله هواپیماهای بی‌سرنشین و حمله هوایی در 19 ولایت کشور در برابر طالبان انجام شده است. در آن زمان فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در واکنش به پخش این فهرست از سوی طالبان گفت که نیروهای آمریکایی و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهند داد و همه طرفها به ویژه طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند و اجازه بدهند تا روند سیاسی به نتیجه برسد. شورای ولایتی کندوز از جان باختن 23 تن در 2 حمله طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. رئیس شورای ولایتی کندوز می‌گوید که دیشب در حمله طالبان بر ولسوالی امام صاحب این ولایت 15 تن از نیروهای دولتی و 2 غیر نظامی جان باختند. او می‌افزاید که در یک حمله دیگر طالبان در ولسوالی 4 دره این ولایت 6 تن از نیروهای دولتی جان باختند. نبیله اشرفی گزارش می‌دهد. در ادامه حمله‌های طالبان در ولایت‌های شمال شرقی، این بار برخی از منابع امنیتی و شورای ولایتی کندوز از جان باختن 18 تن از نیروهای دولتی در نبردهای جداگانه با طالبان خبر می‌دهند. شب گذشته در ولسوالی حضرت امام صاحب در پهلوی روزه مبارک جنگ شدید حملات طالبان ادامه داشت. اونجا لحاظ در اونجا به اثر جنگ حملات طالبان تقریبا 12 نفر از اردو و پلیس به شهادت میرسد، 2 نفر پلیس محلی و 2 نفر هم ملکی، 1 نفر تجریشی و تقریبا 10 نفر زخمی میشه. چندین بار است که ما صدای خود به رسانه ها میکشیم، نه از حکومت مرکزی نه از حکومت محلی هیچ توجه خاصی که بر بالای ولسوالی حضرت امام صاحب بکنه توجه ندارند. در درگیری دیگر نیروهای امنیتی با طالبان در منطقه دوبندی ولسوالی چهار دره این ولایت از جان باختن 7 تن از نیروهای دولتی گزارش شده است. آرزومند هستیم که پیش از اینکه امی جغرافیایی که در دست دولت است امی سقوط نکرده دولت مرکزی متوجه ولایت کندوز و ولسوالی امام شود. باشندگان بغلان در شمال شرق کشور نیز نگران افزایش ناملی‌ها در این ولایت هستند. منبع معتبر امنیتی به تولو نیوز میگوید که گروه طالبان بخشای از شهرهای بغلان سمنگان را ماین‌گذاری کردند و حتی بخشای دیگر از این شهرها را تخریب نمودند، ادعایی که طالبان تایید نکردند. ما یک لوا داریم به نام لوای اردوی ملی در بغلان. اگر به تشکیلاتی از و به تجهیزاتی از و به امکاناتی از و نظر انداخته شد، برای معادل یک توله و یک کندک نه تشکیل و پرسنل دارند نه تجهیزات و امکانات دارند، فقط با خاک به چشم مردم زدن میخواهند که ما را مردم حکومت فرید بدهد. شمار از باشندگان شهر پلخمری میگویند که جنگ به 2 کیلومتری فرماندهی پلیس و مقامهای ولایت بغلان رسیده و شهر پلخمری در محاصره طالبان درآمده است. فعلا در 4 اطراف شهر پلخمری جنگ فعلا هست. در داخل شهر ما شاهد چندین انفجار پیهم بودیم و مردم در یک سراسیمگی قرار دارند. جنگ‌ها خیلی زیاد شدن، نیروهای امنیتی توجه جدی نمی‌کنه، هر شب جنگ است، مردم آواره شده. از سوی دیگر از غرب کشور خبر می رسد که در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی با طالبان در ولسوالی قادس بادغیس 13 طالب مسلح کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. ولسوال قادس بادغیس جان باختن 2 تن از نیروهای دولتی و زخمی شدن 1 تن دیگر آنان را تایید می کند و می افزاید که طالبان 3 تن از نیروهای امنیتی را با خود بردند. تیراندازی در یک مسجد در مرکز فاریاب 3 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. مولوی محمد اسماعیل یکی از عالمان دینی در فاریاب به تولو نیوز میگوید که مردان مسلح در نماز شام بر نمازگزاران در مسجد قریه بیبی آینه مربوط ناحیه 7 شهر میمنه تیراندازی کردند که در نتیجه عبدالستار یکی از فرماندهان جهادی پیشین و بزرگ قوم با پسر و برادرش جان باختند و 3 نمازگزار دیگر زخم برداشتند. شماری از سیاستگران میگویند که تاکنون عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نتوانسته است وظیفه‌اش را به درستی انجام بدهد. این سیاستگران میگویند که بر بنیاد توافق سیاسی حکومت جدید آقای عبدالله مسئولیت رهبری یک روند بزرگ ملی را بر عهده گرفته است، اما تاکنون در این روند کار انجام نداده است. بر بنیاد توافق سیاسی شورای عالی مصالحه به شمول 2 معاون دسته انتخاباتی آقای عبدالله باید 5 معاون داشته باشد، اما تاکنون از سرنوشت 3 معاون دیگر آقای عبدالله خبری نیست. مسعود انصار گزارش می‌دهد. توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت تازه نزدیک به 2 ماه پیش میان رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه به امضا رسید. بر بنیاد این توافقنامه آقای عبدالله بیشترین نقش و صلاحیت‌ها را در پیوند به روند صلح دارد. تثبیت، تصویب و رهبری امور صلح بخشی از صلاحیت‌ها و وظایف عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در روند صلح است. کل کار یا وزارت خارجه میکنه یا ریاست امنیت میکنه و یا بالاخره شورای امنیت میکنه. در این بین وظیفه دکتر صاحب عبدالله نامعلوم است که وظیفه از او چی است. اما پیش از این آقای عبدالله تکمیل کابینه را برای آغاز کارهای شورای عالی مصالحه مهم گفته است. ما در اعلام کابینه تازه به پیشرفت‌های دست یافته‌ایم و پس از آن اعضای شورای عالی ملی مصالحه اعلام خواهند شد. منابع تولو نیوز میگویند که عبدالله روزهای پیش نام‌های 12 تن نامزد وزیر و نامزد ریاست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری را بر ریاست جمهوری فرستاد، اما اکنون سخنگوی عبدالله میگوید که این فهرست فرستاده نشده است. ډاکټر صاحب عبدالله ته وایم چې ته د ولس لپاره ځوابګوی تا اوسه پورې موږ چې څومره مطالعه لرو دا د یو ثبوت راوباسي چې موږ د صلح لپاره څه کړي دي، د هیڅ نه دي کړي د صلح لپاره، فقط دا د شخصي ګټو لپاره لګیا دی چې شخصي ګټه وکړي. در این میان شماری از شهروندان کشور روند صلح را از اولویت‌های آقای عبدالله نمی‌دانند و میگویند که آقای عبدالله سرگرم کارهای فرعی است. د مصالحه عالی شورا نه غواړي کار وکړي واقعا سر دوی پو معامله‌گری و وقت ضایع کولو بوختی. دکتر صاحب عبدالله نمیفهم مصروف چی کارهایی هستند که هنوز کارهای عملی از طرف شورای عالی مصالحه صورت نگرفته. مثبت تغییر مونږه تر اوسه پورې نه دی لیدلی او نه داسې هیله شته دی چې مونږ د سولې ته یو څو قدمه نږدې شوي یو. اما سخنگوی عبدالله عبدالله میگوید که صلح از اولویت‌های رئیس شورای عالی مصالحه است و کم از کم در 24 ساعت گذشته با ده‌ها تن از رهبران سیاسی، زنان و جوانان برای ایجاد اجماع دیدار کرده است. اولویت اساسی ما پروسه صلح افغانستان است که در او راستا کار کردیم. این هم یک بخشی است که مربوط جریان ما میشه، در او باره هم کار خوب پیش رفته و انشالله او را به زودی لیست خود را اعلان میکنیم. با این هم هنوز روشن نیست کابینه حکومت جدید که مسئولیت معرفی 50% از اعضای آن را آقای عبدالله دارد چه زمانی اعلام می شود. تا لحظات دیگر ایجاد فروشگاه اینترنتی لباس لیلامی در کابل. به ادامه خبر ده خوش آمدید. یک فروشگاه اینترنتی لباس لیلامی از سوی 4 جوان در کابل راه اندازی شده است. این جوانان لباس‌ها را از شرکت‌های مشهور جهان از بازارهای لیلامی می‌خرند و پس از خشکشویی از راه اینترنت به فروش می‌رسانند. این جوانان میگویند که با راه اندازی این فروشگاه از یک سو برایشان کار ایجاد شده است و از سوی دیگر سهولت برای خریدارانشان به میان آوردند. نبیله اشرفی گزارش می‌دهد. وقت لباس ها از خشکشویی می رسند در همین کارگاه از آنها تصویر گرفته می شود تا در صفحه های شبکه‌های اجتماعی این فروشگاه بگذارند. جوانی که این فروشگاه اینترنتی لیلامی را ایجاد کرده است میگوید که آنان میکوشند تا لباس های شرکت های پرآوازه را با بهای اندک به خریداران برسانند. ما در 599 افغانی با خشکشویی با انتقال همه چیز جورش روان میکنیم و در عین زمان خدمات مایی است که اگر نفر خوشش نامد یا به سایتش نمود دوباره بدون فیس مستردش میکنه. از لحاظ کوالتی از لحاظ همه چیز ما تضمین میکنیم برشون. فروشگاه اینترنتی لیلامی از سوی همین 4 جوان راه اندازی شده است. خریداران پس از دیدن تصویرهای لباسهایی که در شبکه‌های اجتماعی این فروشگاه گذاشته شدند سفارش میدهند. ما عکس در فیسبوک اینستاگرام پست میکنیم با قیمتش، با کودش، با مشخصاتش، برندش هم ذکر میکنیم. این جوانان با ایجاد این فروشگاه اینترنتی لیلامی نه تنها به خودشان کار ایجاد کردند بلکه کمک کردند تا خریدارانشان از جستجو در فروشگاه‌های لیلامی جلوگیری کنند. وقتی که ما سفارش از صفحات اجتماعی دریافت میکنیم بعد از او سفارش توسط بایسکل انتقال میدیم به در منزل و این بهتر است که از مصارف اضافه جلوگیری میشه. اکنون در کنار لباسهای مردانه افزارهای تزیینی نیز در فروشگاه اینترنتی لیلامی به فروش میرسند و قرار است لباسهای زنانه نیز در هفته‌های آینده در این فروشگاه اینترنتی به فروش گذاشته شوند. تا لحظات دیگر برنامه دسترخوان ملی جایگزین برنامه توزیع نان خشک. باز هم خوش آمدید. قرار است تا کمتر از 20 روز دیگر برنامه دسترخوان ملی راه اندازی شود. این برنامه که جاگزین برنامه توزیع نان خشک شده است با کمک مالی بانک جهانی عملی خواهد شد. دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوری میگوید که در چارچوب این برنامه برای نزدیک به 30 میلیون تن از جمعیت کشور بسته‌های خوراکی توزیع خواهد شد. شماره از اعضای مجلس نمایندگان و نهادهای پژوهشی از همین اکنون نگران شفاف نبودن و مدیریت نادرست این برنامه هستند. حیدر شاه امید گزارش می‌دهد. پس از توزیع گندم و توزیع نان خشک، سومین برنامه حکومت افغانستان برای پشتیبانی از خانواده‌هایی که در ماه‌های پسین از بحر گسترش ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی برخواسته از آن زیانمند شدند، راه اندازی می‌شود. د افغانستان حکومت له نړیوال بانک او نورو زیربطو ادارو سره په دې برخه کې نږدې کار او هماهنګي کوي ترڅو وکولی شي چې د دې پروسې شفافیت په مکمل ډول تأمین وي او د خلکو په همکارۍ سره د افغانستان په ټولو سیمو کې چې تقریبا 90% د افغانستان د نفوس اټکل کیږي چې د خلکو ته موږ خوراکي موادو بسته ورسوو. دفتر معاونت نخست ریاست جمهوری میگوید که تا هنوز هزینه این برنامه و اندازه و نوعیت خوراک‌هایی که قرار است توزیع شوند مشخص نشده است. اما رئیس جمهور غنی همین چند روز پیش اعلام کرد که این برنامه 300 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت. فعلا هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده که به چی شکل باشه و کی گردانندگیش بکنه و کی نظارت بکنه. نهاد پژوهشی البیرونی عملی سازی چنین برنامه را بسیار پرهزینه و همراه با بی‌نظمی‌ها می‌داند و می‌گوید که همانند ایران و پاکستان و کشورهای دیگر حکومت توزیع پول نقد را به خانواده‌ها روی دست می‌گرفت. تحقیقات بین‌المللی اقتصادی نشان می‌دهد که در مقابل تدوین برنامه توزیع غذا، برنامه‌های توزیع پول نقد و وجوه نقدی، انتقال وجوه نقدی به مستمندان و نیازمندان به مراتب آسانتر، مؤثرتر و شفافتر میتونه اجرا شود. وقتی که نمیتونه، خوب است که همین پیسه را به این شکل حیفمل شدن است یک راه دیگه را روی جستجو بکنه. برنامه توزیع بسته‌های خوراکی در حال راه اندازی می شود که تا هنوز گزارش کامل از چگونگی هزینه شدن 2,218 میلیون افغانی در برنامه توزیع نان خشک کرایه نشده است. تا لحظات دیگر دعای شماری از شهروندان هند برای بهبودی امیتاب بچن. باز هم خوش آمدید. مریخ در آینده نزدیک گواه 3 مأموریت فضایی خواهد بود. قرار است که امریکا، چین و امارات متحده عربی فضاپیماهای به سرنشینشان را در جریان 1 یا 2 ماه به مریخ بفرستند. مأموریت این کاوشگران فضایی یافتن نشانه‌های احتمالی زندگی در مریخ است. آنها امکان زندگی فضانوردان را در مریخ نیز بررسی می‌کنند. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شورشیان حوثی یمن که از سوی ایران پشتیبانی میشوند میگویند که چند پایگاه نظامی را در داخل خاک عربستان سعودی با موشک‌های بالستیک و هواپیماهای بسرنشین آماج قرار دادند. اما ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی میگوید که این موشک‌ها و هواپیماها را نابود ساخته است. شماری از رضاکاران در مصر به بیماران کووید 19 به گونه رایگان غذا میپزند و به در خانه هایشان انتقال میدهند. بر بنیاد گزارش ها جمعیت نادار مصر از ویروس کرونا آسیب فراوان دیده است. مردم هند در بسیاری از بخش های این کشور برای بهبود امیتاب بچن دعا میکنند. 3 نسل خانواده بچن به شمول امیتاب بچن، پسرش ابیشک، عروسش اشوریارای و نواسه‌اش ارادیا با ویروس کرونا دچار شدند، اما بر بنیاد گزارش‌ها اوضاع صحیشان خوب است. با آنکه بر بنیاد توافق صلح امریکا با طالبان در مدت 135 روز باید نیروهای خارجی در افغانستان کاهش می‌یافت، خشونت‌ها کم می‌شدند و گفتگوهای میان افغانان آغاز می‌شدند، اما این مواد توافقنامه صلح عملی نشدند. ریاست جمهوری می‌گوید که طالبان تعهداتشان را عملی نساختند و حرکت‌های این گروه پس از امضای توافقنامه صلح باید زیر ذره‌بین قرار گیرند. با گذشت 136 روز از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، بسیاری از بخش‌های این توافقنامه عملی نشدند. بر بنیاد این توافقنامه شمار نیروهای امریکایی و کشورهای دیگر کاهش یافته است، اما درباره شمار نیروهای کشورهای دیگر اطلاعات رسمی در دست نیستند. در این توافقنامه آمده است که نیروهای امریکایی از 5 پایگاه نظامی در افغانستان بیرون می شدند، اما این نیروها تاکنون از این پایگاه‌ها بیرون نشدند. 10 روز پس از امضای این توافقنامه باید 5000 زندانی طالبان با 1000 زندانی دولت افغانستان مبادله می‌شدند و سپس گفتگوها میان افغانان آغاز می‌شد. روشن نیست که این گفتگوها چه زمانی آغاز خواهد شد. مسئولیت بزرگشان کاهش چشمگیر خشونت و آتش‌بس اعلام نشده بود. مسئولیت دیگه‌شان رهایی اسیرای ما بود. مسئولیت دیگه طالبایی بود که با تمام شبکه‌های تروریستی قطر رابطه بکنه، اما گزارش اخیر سازمان ملل و گزارش‌های خود نهادهای ایالات متحده آمریکا شما دیدین که هنوز این کار صورت نگرفته. یعنی یک بار بزرگ مسئولیت برای ای که پروسه صلح افغانستان کامیاب شود برمیگرده به شانه های طالبان. بر بنیاد این توافق طالبان مکلف دانسته شدند که رابطه ایشان را با گروه های هراس افغان از جمله القاعده قطع نمایند، اما گزارش های از ادامه پیوند طالبان با گروه های هراس افغان وجود داشتند. در ولسوالی راغستان راغم عملیاتی داشتن و بالای پوسای دولتی داعشیا و القاعده با کمک طالبان یورش بدن. شب گذشته گروه طالبان با کمیت بیشتر از 70 نفر با حمایت تروریست‌های بیرونی و همچنین داخلی حملات تهاجمی بالای یکی از پوسته‌های امنیتی در ولسوالی ارغنچخا داشتند که متاسفانه در نتیجه حملات 7 تن از نیروهای پلیس ملی و محلی شهید شدند و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. تاکنون دولت افغانستان در حدود 4200 زندانی طالبان را رها کرده است و طالبان نیز بیشتر از 700 زندانی نیروهای دولتی را آزاد ساختند. دوی نه خشونت کم کړی دی، نه هم تر اوسه د افغان ځواکونو ټول اسیران آزاد کړي او نه هم پدې توانیدلی چې د خپل رهبری او لیکو ترمنځ د سولې په اړه اجماع ایجاد کړي. بر بنیاد این توافقنامه پس از آغاز گفتگوها میان افغانان در روز 20 مایهوت سال پار ایالات متحده ای آمریکا روند بازنگری را درباره برداشتن تحریم ها بر اعضای طالبان را تا 6 ماه سنبله آغاز می کرد و با آغاز گفتگوهای میان افغانان تا روز 9 ماه جوزای امسال درباره برداشتن تحریم ها کارهایی را انجام میداد، اما این کارها تا کنون انجام نشدند. شماری از باشندگان ولایت تخار برخی از مقام‌های محلی این ولایت را به بدرفتاری با خودشان متهم می‌سازند. این باشندگان که برای دادخواهی به کابل آمدن میگن که اوضاع امنیتی ولایت تخار با گذشت هر روز بدتر می‌شود و پس از آن که آنان از وجود این مشکلات در برابر دفتر مقام والی تخار دست به اعتراض زدند، با خشونت مقام‌های این ولایت روبرو شدند. فریبا سادات گزارش می‌دهد. نزدیک به 10 روز می شود که از تخار به کابل آمدند و از نارسایی های حکومت محلی تخار انتقاد دارند. می گویند چند پیش در اعتراض به وجود برخی از مشکلات که دامنگیر مردم تخار است اعتراض کردند، اما از سوی مقام های محلی تخار با بدرفتاری و خشونت روبرو شدند. حکومت محلی حتما بوده که بالای عدالتخواه حمله کردند، اینا را با لطکوب کردن، تعداد خانما را زدن که بیشتر 60% اینا را خانما تشکیل میداد که خانما را لطکوب کردن. با صراحت میگیم که تخار رو به سقوط است. ما آگاهی داریم که فعلا تخار سر چوک تخار حتی مخالفین گروه دولت میآید خوش و زکات و دیکه خود میگیرن، اما حکومت محلی تخار توانایی جلوگیری هم شخص نداره. در میان این کسان که برای دادخواهی به کابل آمدند زنان و کودکان نیز هستند. ما خودم زیادتر لطکوب خوردیم که چون قنداق خوردیم، در سرم چوکی خوردیم، در کمرم لطکوب خوردیم که میل قنداق و که از قنداق تصادفاً زدن. دیگر زیادترین هسکل خانما که در زیادترین سیاه و کبوتی ما زیاد بود. فعلا هنال امروز 11 روز است که ما در اینجا هستیم به سرنوشت. پیسه گرفتیم. ما دنیمی صادقانه در رئیس جمهور کمپاین کردیم. ما حق داریم دنیمی وطن اگه حق ما باشه، ما به خاطر خدمت آرزو داریم که خدمت به مردم خود بکنیم، جوانان ما استخدام شوه، خوارای ما استخدام شوه. ما تا چی وقت لطکوب آزار اذیت ببینیم؟ اما دفتر والی تخار به تولو نیوز میگوید که آنان دست به خشونت زده بودند و در برابر نیروهای امنیتی از اسلحه و چاقو کار گرفتند. ویروس یا میکروب چیزی بسیار ناچیز است که گاه گاه به ذره‌بین هم دیده نمیشه، اما وقایه نشود، توجه نشود، او بسیار فراگیر میشه و کشنده میشه و عام میشه. ما امیدوارم که همچو قضایای جزئی را مسئولین جزئی حساب نکنن، این را در اقدامش توجه بکنن که این سرایت ناگواری داره. اینا دوباره به در مقام ولایت بدون هماهنگی آمدن و مستقیما بر روی نیروهای امنیتی ما ذریعه تفنگچه فایر کردن. اکثرا با کارد و تفنگچه و چیزا مسلم بودن. پلیس ناگزیر شد که اینا را پراکنده بسازد تا خدای ناخواسته اینجا کدام مشکل و کدام چالشی ایجاد نشه. بیکاری، ناامنی و فعال نبودن شبکه‌های مخابراتی از چالش‌هایی هستند که به گفته این باشندگان تخار سبب بیجا شدن یک شمار زیادی از تخاریان شده‌اند و آنان را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. آنان هشدار می‌دهند که اگر به خواست‌هایشان مقام‌های حکومتی در کابل رسیدگی نکنند، ناگزیر خواهند شد در پایتخت اعتراض و تحسن نمایند. شماری از نیروهای دولتی که در جنگ‌ها معلول شدند، حکومت را به بی‌پروایی در برابر مشکلاتشان متهم می‌سازند. آنان میگن با آن که از بهر تامین امنیت مردم قربانی دادند، اما مشکلات زندگی آنان را به سطوح آورده است و حکومت نیز به وعده‌هایش عمل نکرده است. فریبا سادات گزارش می‌دهد. بسم الله که از هلمند برای دادخواهی به در تولو نیوز آمده است، میگوید هنگامی که در جریان وظیفه پایش با ماین برخورد کرد و زخمی شد، اما با گذشت 3 سال و دههایی که حکومت برای بهبود وضع اقتصاد زندگیش داده بود عملی نشدند. اون رئیس جمهور خودش هدایت داد اونمو کار بکنیم، ما مشکل ما سخت است. گفت خوینمو تو 1 سال بود 2 سال شد تلفنی تماس به زیز اخیر به سکرترهای دیگهش زنگ میزدم، اونمو تو امروز فردا 3 سال تیر شد. بسم الله میگوید در اوضاع بد اقتصادی به سر میبرد، کرزارا فول دارن، اینا به من میگه که ما پولی مر بده، خواهکشان هستن. من برش میگم من پول شما رو من میدویم، اینا گفت نه تو 3 سال 4 سال چی به ما کدی نمیتونی کده، برو دختر خود به ما بدیم. گفتم او برادر خود ما و شما انسان هستیم، دختری 4 ساله چطور بدیم؟ در اینجا هم محمد نبی 30 ساله میگوید که 2 سال پیش در جریان نبرد با طالبان زخمی شد. او می‌افزاید بان که پزشکان گفته بودند دوباره صحتیاب می شود، اما مصارف درمانش را ندارد. دولت زما غم وخوري او زما نه دی د خپل حق را کی کم چې په بودجه کې اقید کړی دی، دا 1 کال 5 میاشت نه دی په کولای دی زما ته د بودجه سره کې زه دغه همکاري د دولت سره غواړم او فاتو چې زه جوړ سم او زما ته دا ویوسی. افغان دولت څخه می تقاضا ده چې دغه سي معلولینو ټول افغان ځواکونو چې د ولس په دفاع او د خاورې په دفاع کې جنگ کړي، هغه څه حقوق چې د دوی قانوني کېږي لطفاً می تقاضا ده چې دوی د تشویق لپاره او د نورو خلکو ته د پند اخیستلو لپاره د دوی امتیازات خوندي او ورته ورجي. اما حکومت میگوید که میکوشد به مشکلات چنین سربازان رسیدگی کند. رهبری وزارت دفاع با این سرباز ما در تماس است و اینا فردا به شفاخانه 420 خواسته شدند تا متخصصین این بخش به خاطر تداوی این سرباز ما کار خود را آغاز کنند. اگر احیانا تداویشان در داخل کشور ناممکن بود، ما زمینه را فراهم میسازیم که اینا در بیرون از کشور تداوی شوند. با این حال بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغان که از خانواده‌های نیروهای امنیتی پشتیبانی می‌کند، می‌گوید اگر به مشکلات این خانواده‌ها رسیدگی نشود، جوانان کمتر به خدمت در صفوف نیروهای امنیتی دلبستگی نشان خواهند داد. تلاش ترکیه و ایران برای ثبت هنر خوشنویسی و میناتور به حضور افغانستان در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان با واکنش هنرمندان و فرهنگیان هرات روبرو شده است. این فرهنگیان میگویند که مکتب میناتور استاد کمال‌الدین بهزاد سرچشمه هنر میناتور در سطح منطقه است و نباید به نام کشورهای دیگر ثبت میراث جهانی شود. به گفته آنان مکتب خوشنویسی هرات نیز در میان کشورهای همسایه و منطقه پیش قدم است، اما ایران و ترکیه تلاش دارند تا این دستاورد فرهنگی افغانستان را به نام خود ثبت کنند. نصیر احمد صالحی گزارش می‌دهد. شماری از فرهنگیان و هنرمندان هرات اینجا در حوض تاریخی 4 سوق در شهر هرات گرد آمدند تا از بهر از دست رفتن میراث‌های فرهنگی کشور صدای خود را بلند کنند. آنان میگویند که کشورهای ایران و ترکیه تلاش دارند تا هنر میناتور و خوشنویسی افغانستان را به نام خود همچون میراث فرهنگی جهان ثبت کنند. کشورهای همسایه و منطقه‌ای در صدد این هستند که هنر خوشنویسی و مینیاتوری که جایگاه بسیار بارز و ویژه‌ای هم در تاریخ هرات دارد به نام کشورهای منطقه‌ای به جز افغانستان ثبت بکنند. شماری از این فرهنگیان و هنرمندان افغانستان را خواستگاه میناتوری و خوشنویسی در منطقه می دانند و تاکید می ورزند که افتخار این دو هنر باید با نام افغانستان در میراث‌های جهانی ثبت شود. مکاتب هندی، مکاتب ایرانی و مکاتب ترکی از این هنر مستفید میشن و این هنر تاثیرگذاره و تا امروز اون مکاتب خور مدیون مکتب هنری هرات و هنر بهزاد میدانند. خط مستلق و خط شکسته و وزاق خطوط تزئینی کوفی مخصوص مکتب هرات برای از اینکه به همین مکتب زاده شده و همین بعد کمال رسیده و بزرگ شده و به تمام معارک همجوار عظیم هرات رفته. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نی در اینجا حضور دارند و نی هم حاضر به پاسخگویی شدند. در همین حال شماری از استادان دانشگاه و هنرمندان حکومت افغانستان را در این زمینه بی‌پروا می‌دانند. وظیفه افغانستان وظیفه اطلاعات فرهنگ است که در زمان ثبت چنین میراث‌های مشترک چند ملیتی اقدام کند. از آنطوری که ما دو نوع میراث داریم، میراث‌های انفرادی داریم، میراث‌های چند ملیتی داریم. 100 سالی سابقه داره این کار. این کار به دست ما نیه که مثلا چیز شد، ولی خود دولت کابل و خود مرکزیت کابل بعد 100% به این فکرش هم که مثلا مطرح کنم. مکتب میناتور استاد کمال‌الدین بهزاد یکی از هنرمندان دوره تیموریان در هرات شهره جهانی دارد و در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه از مکتب او پیروی می شود. همچنان خاستگاه خطهای نستعلیق، کوفی، سلس، شکسته و چند نوع خط دیگر نیز هرات خوانده می شود. اما ایران، ترکیه و چند کشور عربی تلاش دارند تا این خطها را به نام خود ثبت کنند. در هلمند تنها یک دستگاه تنفس مصنوعی فعال است. ریاست صحت عامه هلمند میگوید که 4 دستگاه تنفس مصنوعی به این ولایت داده شدند، اما از این میان یک دستگاه فعال است و 3 دستگاه دیگر از کار افتادند. در همین حال پزشکان در هلمند میگویند که از یک دستگاه فعال نیز استفاده نشده است و پیش از این چندین بیمار کووید-19 به علت نبود دستگاه تنفس مصنوعی در این ولایت جان باختند. گزارشی از عبدالله حمیم. این شفاخانه در هلمند برای درمان بیماران کووید-19 اختصاص یافته است. از زمان گسترش ویروس کرونا تا کنون 1100 بیمار مشکوک به اینجا مراجعه کردند، اما اکنون 13 تن از این بیماران بستری هستند. یو واته ورځې په کور کې هغه ډاکټر صاحب دغه ټمولته په کور لاس ورځ نه راځه بارات ډیر فازا وسو بیرته هغه ډاکټر ته راغلم، هغه ډاکټر بیا دلته راواسولم ونته د ورسره پر سر مدد راولا شو عباراله ته ګولي وشي خاصه چکمالات مونږ کې دی برای دلته راوستو دلته چرا وشتو دا دغه بس پیشکاری وګولي اثر ته مدد فی ان شاء الله بس دردونه مرخص و هر څورخص بلای جون. پزشکان در هلمند میگویند که 2 دستگاه تنفس مصنوعی دارند اما از آنها استفاده نشده است. با گفته این پزشکان در 2 ماه گذشته که ویروس کرونا در هلمند رو به گسترش بود، از بهر نبود دستگاه تنفس مصنوعی 17 بیمار کووید-19 جان دادند. پروختن کې چې د کورونا د ناروغي لوجه پات سوی ودی هغه ولس نه پاره دي او بالکل د اختر د جوزا په میاش کې مسلسل زموږ مریضان ډیر زیات و وینټیلیټر ته هم ضرورت و د استعمال سره و اول زخپل ما ټي او ټي ټریننګ اخیستې دي، یعنی زه کولای شم چې نور خلک لا ټرین کم. عموما د کورونا روغتون ته څلور د نه راکول سوي دي چې دوه اوس پلان په سټاپ کې دي او دوه د جزمر سره راته دي تاسو وینئ دا د زمشاته پراته دي خو دلته چې دی فعال دي د بدنې او دا یو سیټینګ سوی دا یو سیټینګ نه دی سوی تر اوسه پر او تر اوسه پر ضرورت نه دی ته پیدا سوی چې موږ مریسته بستا کو منګر دلته مشته عملاً پراته دي. در همین حال ریاست صحت عامه هلمند میگوید که 4 دستگاه تنفس مصنوعی به این ریاست داده شده است که از این میان تنها یکی فعال و 3 دستگاه دیگر از کار افتادند. ډېر دقیق ټریننګ غواړي، پراکټیس غواړي چې باید خلکو کړی اوسي. خو بیا هم سره د دې دغه مرض دپاره یوازنی شی چې هغه مریضان چې تنفس ورکوي توقف کوي هغو ته باید په آخرین حالت کې چالنج شي، که چانس د دې و ژوند ولري دوباره کیدای شي چې بیرته ژوندی پاتې شي. بر بنیاد آمارهای 175 رویداد مثبت ویروس کرونا در هلمند ثبت شده است که از این میان 21 تن جان باخته است، اما باشندگان هلمند آمار مبتلایان این بیماری را به مراتب بیشتر از آمار رسمی می‌دانند. ادامه خبرها را پس از وقفه ببینید. و در پایان بیننده خبرهای ورزشی باشید. شب بخیر. اداره تربیت بدنی و ورزش افغانستان پس از توشیع قانون ورزش کشور که سال گذشته توسط ریاست جمهوری به امضا رسید، حالا قصد تغییر در این قانون را دارد. بر بنیاد فقره 1 و 2 ماده 8 قانون ورزش کشور، فدراسیون فوتبال و کرکت بورد افغانستان دو نهاد کاملا مستقل در ورزش افغانستان هستند که به صورت مستقیم زیر نظر فیفا و شورای جهانی کرکت فعالیت می‌کنند. اما حالا اداره تربیت بدنی کشور با مراجعه به مجلس نمایندگان قصد تغییر در این قانون را دارد و می‌خواهد این دو زل مهم ورزش افغانستان در چارچوب این نهاد فعالیت نمایند. این کار سبب نگرانی فدراسیون فوتبال و کرکت بورد کشور شده است. این در حالی است که کمیسیون صحت و ورزش مجلس نمایندگان تاکنون این طرح را برای تصویب به نشست عمومی مجلس نفرستاده است و قرار است بحث‌های بیشتر در این باره در این کمیسیون انجام شود. تیم فوتبال لخیا گدانسک در شب گلزنی عمران حیدری با نتیجه 3-2 مغلوب لخ پوزنان شد. در این دیدار عمران حیدری مهاجم 21 ساله تیم ملی فوتبال افغانستان از ابتدا برای تیمش به میدان رفت و در دقیقه 42 موفق شد تا گل نخست تیمش را به ثمر برساند. این نخستین گل عمران حیدری در 5مین بازی برای تیم گدانس در لیگ برتر پولند به شمار می رود. در این دیدار در نوبت نخست بازی را در بخش توپزنی کرکت بازان انگلستان آغاز کردند و توانستند با از دست دادن تمامی بازیکنانشان 204 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای تیم ملی انگلستان بن استوکس خوب درخشید و توانست 43 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ اندازی برای کرکت بازان وست اندیز جهولدر خوب درخشید و توانست 6 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. ملی پوشان وست اندیز در نوبت نخست توپزنیشان توانستند با از دست دادن تمامی بازیکنانشان 318 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای این تیم برد وایت خوب درخشید و توانست 65 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ اندازی برای تیم ملی کرکت انگلستان بن استوکس خوب درخشید و توانست 4 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. ملی پوشان انگلستان در نوبت دوم توپزنیشان توانستند با از دست دادن تمامی بازیکنان خود 313 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای این تیم در نوبت دوم توپزنی کارلی خوب درخشید و توانست 75 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ اندازی در نوبت دوم برای ملی پوشان وست اندیز گابریل خوب درخشید و توانست 5 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. ملی پوشان وست اندیز در نوبت دوم توپزنیشان بازی را خوب آغاز کردند و توانستند با از دست دادن 6 بازیکن هدف داده شده 2 بخش توپزنی ملی پوشان انگلستان را برآورده سازد و برنده نخستین دیدار سیریز بعد از شیوع ویروس کرونا در انگلستان شود و این تیم را توانست با تفاوت 4 وکت شکست بدهد. در پایان این دیدار گابریل از تیم وست اندیز با درخشش در بخش توپ اندازی از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست بیاورد. پاریس سن ژرمن پس از توقف لیگ 1 فرانسه به علت گسترش ویروس کرونا و قهرمانی در این رقابت‌ها و پس از پایان دوره قرنطین در اروپا برای اولین بار وارد مستطیل سبز شد. این تیم در بازی دوستانه برابر تیم گمنام لاور با برتری پرگل 9-0 دست یافت. این بازی که برای اولین بار در اروپا پس از بحران کووید 19 با حضور هواداران در ورزشگاه انجام شد، نیمه اول طوفانی سپری شد، جایی که ماورو ریکاردی در دقایق 8 و 19، نیمار در دقایق 22 و 43 و کلیان امپاپه در دقیقه 29 موفق به گلزنی شدند تا نیمه اول با حساب 5-0 به فرجام برسد. در نیمه دوم بازیکنان تعویضی خوب درخشیدند که تیان ریسکویا در دقیقه 50، پابلو سارابیا در دقایق 52 و 61 و کالموندو گلزنی کردند. این بازی در حال با حساب 9-0 به نفع قهرمان لیگ 1 فرانسه تمام شد که این تیم در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا حریف آتالانتا شده و قرار است در بازی تک حذفی با نماینده ایتالیا در این مرحله روبرو شود. در این بازی دو طرف نیمه کاملا هجومی را به نمایش گذاشتند که طی آن در دقیقه 16 و روی اشتباه مدافعین تیم تاتنهام توپ توسط گرانیت جاکا در اختیار لاکازت قرار گرفت و او با شوت دیدنی دروازه لوریس را به زیبایی باز کرد. در دقیقه 19 بازی اشتباه مرگبار دیوید لوئیس بسیار زود گل تساوی را در پی داشت، جایی که کلاشیناچ برای بازیکن برزیلی به سمت دروازه خودی پاس داد، اما سونگ هونگ مین زودتر از او به توپ رسید و با ضربه چیپ دروازه مارتینز را گشود. چند لحظه بعد باز هم روی دروازه آرسنال لوکاس مورا صاحب موقعیت شد، اما دخالت لوئیس سبب شد تا توپ را دور کند. در دقیقه 39 بازی یک ضربه آزاد به نفع توپچی ها اعلام شد که اوبایمنگ پشت آن استاد، اما ضربه او از کنار دروازه به بیرون رفت تا نیمه اول بازی با همان نتیجه 1-1 به پایان برسد. در نیمه دوم بازیکنان دو طرف محتاطانه کار آغاز کردند و بارها تا باز کردن دروازه هم دیگر پیش رفتند، ولی واکنش دروازه‌بان‌ها یا هم درخشش خط دفاعی سبب شد تا توپ از خط دروازه ها عبور نکند. در حالی که انتظار می‌رفت که بازی مساوی به پایان برسد، اما در دقیقه 81 و روی ارسال کارنر آلدو رلید با ضربه سر گلزنی کرد و حساب کار را 2-1 ساخت. در ادامه تلاش دو تیم بی‌ثمر بود و تغییری در نتیجه نیامد و سرانجام تاتنهام 2-1 به برتری رسید تا به کسب سهمیه لیگ اروپا امیدوار بماند. با این برتری تاتنهام 52 امتیازی شد و جایگاه آرسنال را در رده 8 جدول گرفت و توپچی ها که روزهای خوبی را طی نمی‌کنند بر رده 9 سقوط کردند. میلانی ها بازی را بهتر آغاز کردند و در دقایق ابتدایی بر بازی مسلط بودند، اما موقعیت ویژه‌ای را روی دروازه حریف ایجاد نکردند. در مقابل در دقیقه 15 این ناپولی بود که روی حرکت خوب مارتینز و ضربه دیدنی او میتوانست به گل برسد، اما دوناروما با یک واکنش خوب توپ را به کارنر فرستاد. در دقیقه 20 برخلاف جریان بازی میلان به گل اول رسید. آنت رابچ که درون محوطه جریمه ناپولی صاحب موقعیت شده بود با یک سانتر دقیق تیو هرناندز را در سمت مقابل صاحب موقعیت کرد و او هم با یک ضربه چکشی تماشایی دروازه ناپولی را باز کرد. بعد از این گل ناپولی ها پیش کشیدند و بازی را در دست گرفتند و بعد از یک دو موقعیت نصف نیمه سرانجام در دقیقه 34 به گل تساوی رسیدند. روی یک ضربه آزاد بود که دوناروما با واکنش متزلزل توپ را ناقص دفع کرد و توپی که مقابل دروازه آمده بود را دیلانزر به راحتی تبدیل به گل تساوی تیمش کرد تا در نهایت نیمه اول با تساوی 1-1 به اتمام برسد. نیمه دوم را میلان بهتر آغاز کرد و در دقایق ابتدایی این تیم این بازیکنان میهمان بودند که بیشتر ابتکار عمل را در دست داشتند، اما این ناپولی ها بودند که در دقیقه 60 به گل دوم رسیدند. روی پاس کایخون از سمت راست بود که مارتینز با یک ضربه محکم و البته با واکنش ضعیف دوناروما دروازه میلان را باز کرد. در ادامه این بازیکنان میلان بودند که بار دیگر توپ میدان را در اختیار گرفتند و این برتری در نهایت در دقیقه 70 به یک ضربه پینالتی منجر شد.